سلام، خوش اومدید. من احسان آبرتوسی هستم. قیمت گوشت قرمز در ایران مرز 100,000 تومان رو هم رد کرده و معلوم نیست چرا با وجودی که واردات به نسبت پارسال دو برابر شده، مردم باید همچنان برای خرید گوشت اونم با این قیمت‌ها واسن تو صف. مسئولان میگن دلیلش قاچاق دام زنده و افزایش دلالیه، ولی کسی هم در این حال حاضر نیست که مسئولیت این وضعیت رو به عهده بگیره. اگه تازگی ها گوشت قرمز خریدید، از قیمت ها بگید. فهم کنید که مسئول اصلی این وضعیت کیه و برای پر کردن جای خالی گوشت سراغ چه مواد غذایی دیگه ای رفتید. اینجا هشتگ شماست. برای شرکت در بحث ما این راهی که زیر صفحه تلویزیون دارید میبینید و یادداشت بکنید، ایمیل بزنید. اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر هم هست. شما تلفنی که رو صفحه هم میبینید برای قشنگی نیست، گوشه بردارید، زنگ بزنید، با هم دیگه صحبت کنید. بذارید که برنامه رو با صدای شما شروع کنیم، صدای مخاطبانی که امروز نظرشون رو برامون از طریق تلگرام فرستادن. بعد نوبت تلفن‌ها و موارد دیگری هم اینجا خواهد شد. این خیلی فیلمی که خدمتتون ارسال کردم برای فروشگاه توی ملا صدراه که مردم برای گرفتن یک کیلو گوشت که 50-60 تومن ارزون تر باشه توی صف وایستادن. راستش انقدر صفش طولانی بود، من خودم دو تا بچه کوچیک داشتم، از ساعت 8 بود تا ساعت 12. تازه 12 اومد، در از یک ساعتم گفتن تموم میشه، به شما نمیرسه تو صف وایستین. یعنی شم واقعا بر این مملکت و این دولت که ما باید اینجوری زندگی کنیم. من از اهواز هستم. آخرین باری که گوشت خریدم به گمانم 22 بهمن سال 1396 کیلوی 40 تومن بود. آره، یا از همون موقع تا الان هیچی نخوردیمه، فقط گیاهخواری، مثل گیاهخواری لوبیایی. من دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد تهران هستم و آخرین بار که گوشت قرمز خریدم برج 3 یا 4 بوده. با توجه به حقوقم که ماهی 1,000,000 تومان هست و وضع کار، واقعا نمیشه دیگه. مثلا 10% حقوق رو رفت و 1 کیلو گوشت خرید. الان استان کردستان آخرین باری که گوشت خریدم دوربر 6-7 ماه پیش بود، کیلوی 40 تومن گرفتم. الان دوربر 7 ماه دیگه من گوشت اصلا نخریدم و کلن از سر سفرمون حذفش کردم. تقریبا همه محصولات پروتئینی گرون شده و انقدر مشهود هستش این پرشه یهویی که لازم نیست با خیلی وقت پیش مقایسش بکنیم. من اردیبهشت امسال آخرین روزایی قبل از این جهش قیمتا 3 تا کش و 3 تا طبقه فریزر و گوشت و مرغ و محصولات دیگه ماهی خرید کردم و پر کردم با چیزی حدود 378,000 تومان. هفته گذشته دقیقا حدود 2/3 یه دونه از این کشوها رو من با 1,100,000 تومان پر کردم. این تفاوته و چقدر کوچیک شده سفره‌های مردم. من بدون این که تحریم به کسی کنم میگم تحریم نمی کنم، خودم تصمیم گرفتم نخورم. این چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره. بنابراین شما هم یه خوده با جمع و جور کردن اطراف کار کمک کنید به این که مشکلات حل بشه. اون کسی که پول داره از بیت المال میگیره که گرانی رو نمیفهمه. اون وقتی هم که بگن مردم کم مصرف کنید تا یه اندازه گرانی بشکنه، باز اینا کم مصرف میکنن. اونا مصرفشون روز به روز زیاد میکنن. بیکاری مال اینها، گرانی مال اینها، سختی مال اینها، با خاطر اقتصادی ضررش مستقیما متوده توده مردم. آخرش هم هیچ کاره مملکت، پولشون رو بدن به این مسئول و اون مسئول بخورن و به ریش انقلاب و این مردمی که برای انقلاب جان دادن و خون دادن بخندن. این قابل تحمله؟ بسیار خوب، با هم صدای شما رو شنیدیم و البته این چند اظهار نظر تاریخی رو هم آخر این ویدیو دیدید. اما ببینیم که حالا نهادهایی که هر یک به نوعی در کنترل بازار و مبارزه با قاچاق نقش دارن چه توضیحی برای وضعیت موجود دارن. واقعیت اینه که به نظر میاد هیچ کسی حاضر نیست مسئولیت رو بپذیره، همه دارن شونه خالی میکنن و توپو میندازن به زمین دیگری. محمود حجتی وزیر کشاورزی گفته واردات گوشت بیش از 2 برابر سال گذشته شده، اما به دلیل قاچاق تقاضا بیشتر شده. با کنترل قاچاق مشکل حل میشود. بله، خب چرا پس حل نشده؟ در واقع سوال اینه. علی اکبر مهرفرد که معاون وزیر کشاورزی گفته مشکلی در تامین گوشت قرمز وجود نداره و تولید هم تغییر نکرده، دلالی از عوامل گرانی گوشت در بازار به نظر ایشون.
علی معیدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالام گفته مقصر اصلی وزارت کشاورزیه. شخص وزیر و معاونانش باید پاسخگوی تاراج گوشت باشن. البته به نظر میاد که وزارت کشاورزی هم میگه الان بالاخره بعد از یک سال خورده که درگیر تدوین اون آیین‌نامه کنترل جابجایی گوشت در کشور بودن، از دو هفته پیش ظاهرا شروع شده، داره اجرا میشه و بعد دید که حالا آیا میتونه واقعا تأثیری در وضعیت قیمت گوشت بذاره یا خیر. حسین اشتری که ایشون فرمانده نیروی انتظامیه گفته قاچاق دام تأثیر خیلی محدودی داره و به آن حدی نیست که تأثیری در افزایش قیمت داشته باشه، بنابراین همه دارن به نوعی در واقع زیر پای هم خالی میکنن، معلوم نیست دلیل اصلی به هر حال چی. علیرضا رفیعی پور که رئیس سازمان دامپزشکی هم هست گفته التهاب بازار عمدتا روانیه و ممکنه به احتکار خانگی ارتباط داشته باشه، هر خانوار چند برابر نیازش ذخیره میکنه، بنابراین نوعی اصلا مردم رو دارن ایشون مقصر این وضعیت میدونن که چرا بیش از حد نیاز خرید میکنن. سعید رو از تهران داریم، بعدم در مشهد با بیننده بعدیمون که نادر هست صحبت میکنیم. سعید بفهمید که اصلا الان وضعیت یخچالتون فریزرتون چجوریه، گوشت توش پیدا میشه؟ آخرین بار که گوشت خریدید قیمتش چقدر بود؟ سلام خدمت همه عزیزان. من آخرین تجربه‌ای که دارم تو فروشگاه شهروند بیهقی هستش. یکی از دوستای من صبح زود به من زنگ زد گفت اینجا گوشت گرم استرالیایی و قرقیزستانی دارم میدن، بدو بیا. من چه تا خودمو بهش برسونم گفتن یه بسته گوشتم برای من بگید. همین که با موبایل داشت با من حرف میزد گفت یه بسته بیشتر به هر کسی نمیدن. اون خودش یه بسته رو گرفت رفت. من که رسیدم یه ساعت بلندی تشکیل شده بود، حتی به من تلفنی گفت اینجا دارن کند کار میکنن که ساعت طولانی تشکیل میشه، زود بیا. رسیدم به فروشگاه بیهقی تو میدون آرژانتین، تو صف وایستادم. اون موقع بود که متوجه شدم به هر نفر با کارت ملی تا سقف 4 کیلو میتونن گوشت بدن، اما به پلیای اولی که تو صف وایستاده بودن یکی یک کیلو نیم گوشت داده بودن و دم صندوق حدی کارت ملیشو داده بود یک کیلو نیم گوشت گرفته بود رفته بود. اینجوری که من حساب کردم دیدم مقدار قابل توجهی بابت هر کارت ملی دو کیلو نیم گوشت به نفس توضیح کننده گوشت ذخیره شده و تعداد کارت‌های ملی که دم صندوق خونده شده همه یه رفته گوشت که وزنش یه کیلو نیم بود برده بودن. علتش چیه فکر می‌کنید که گوشت به قدر کافی نبوده که گفتن هر کسی یه بسته در واقع در حد یک کیلو بیشتر نتونسته بگیره یا دلیل دیگه؟ گوشت بخوام به خدمتتون بگم که این نوع نحوه توضیح گوشت باعث میشه گوشت دولتیه با کیفیت به نفع یه عده توضیح کننده ذخیره بشه. من کارت ملی بودم صندوق ارائه دادم یه بسته گوشت بردم بیرون یک کیلو نیم گوشت، در حالی که بعد اون فروشگاه میتونه بگه این آقا 4 کیلو گوشت برده بیرون با کارت ملیش، چون بابت هر کارت ملی 4 کیلو گوشت به حساب اون توضیح کننده میزنه. خب اگه این تئوری شما نظریه شما رو بپذیریم فهم میکنین گوشتی که در واقع سهمیش حساب شده پای شما به خاطر کارت ملیتون ولی در اختیار شما قرار نگرفته، کجا قرار بعدن استفاده بشه؟ خب من همین رو میخوام خدمتتون بگم. حالا من که اون برای قضیه نیستم، یا قاچاق میشه به عراق یا به رستوران ها به صورت گرونتر فروخته میشه. البته من اینم نکته رو خدمتتون عرض کنم، رستوران ها هم زیاد بحث جالبی ندارن، چون خود من که تا پارسال ممکن بود ماهی 3 دفعه 4 دفعه 5 دفعه از بیرون بگیرم، الان سعی میکنم که این کار رو انجام ندن، یعنی رستوران ها هم آمار فروششون اومده بیرون. ولی من مطمئنم گوشت قاچاق میشه به خارج از ایران، یعنی گوشت وارد ایران میشه، حالا به عراق افغانستان کشور دیگه قاچاق میشه. حالا اصلا از گوشتی که به هر حال در واقع ذبح شده اگه بگذاریم به نظر میاد که الان خود دام رو هم دارن میپذیرن مسئولان که داره از مرزها خارج میشه، این قابل قبول هست برای شما؟ چطور در واقع یک کامیون یا چندین کامیون پر از گوسفند و به راحتی کسی میتونه از مرز رد بکنه بدون اینکه نیروی انتظامی بفهمه؟ نکته بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که زده بود گوشت استرالیایی کیلوی 56 هزار تومن، گوشت قرقیزستان کیلو 45 هزار تومن. حالا اون گوشتی که به من میداد شاید قرقیزستان بود ولی پول گوشت استرالیایی رو از من میگرفت. بعد من متوجه شدم 4 کیلو، به دوستم زنگ زدم اومد بگیره گفت کارت ملی شما ثبت شده شما دیگه نمیتونی گوشت بگیری. اون بنده خدا یه کیلو نیم گرفت ولی من 4 کیلو گرفتم. حالا گوشت من ممکن بود قرقیزستانی باشه ولی با من پول استرالیایی رو حساب کرد که کیلو 55 هزار تومان بود، اون یکی 45 هزار تومان بود. همین سرانگشتی شما حساب کنید قرصه گوشت بیهقی میدون آرژانتین تو همون یک روز هم مقدار قابل توجهی گوشت ذخیره کرده به حسب اون که به مردم فروخته، هم گوشت 40 هزار تومانی رو ممکنه 55 هزار تومان فروخته باشه بدون اینکه چه تفاوتی باشه. متاسفانه کلی گوشت واردات گوشت و صادرات گوشت همه دست مافیات و
بلا استثنا داره به مردم جون میشه. خب در واقع پس یک نظارت درستی به قول شما در هیچ کدوم از این مراحلش وجود نداره، در توزیع و فروشش و بقیه نکاتی که گفتید شما. نادر از مشهد الان اشاره کردش سعید به اینکه شاید قصد دارن که البته نظر ایشون هست، میگه شاید قصد دارن در واقع گوشت کمتری در اختیار مردم بذارن تا اون کسانی که به هر حال دست دارن در واردات گوشت و توزیع گوشت بخوام با قیمت بیشتری به رستوراندارا بفروشن. همکارانم هم میگن ظاهرا شما خودتون اتفاقا رستوران دارید، آیا این بحث درسته؟ قیمتایی که شما به عنوان یک رستوراندار میخرید گوشت رو آیا خیلی متفاوته با چیزایی که در بازار مردم عادی دارن خرید میکنن؟ سلام، خسته نباشید. سلام باشم. هستم خدمت من، میخوام از دید یک رستوران چی در واقع به این قضیه نگاه بکنم. شما نگاه بکنید الان در واقع تو رستوران ها، الان رستوران لاکچری و اون سطح بالایی که در قسمت بالای شهر شهرهای مختلف وجود داره رو اگر جدا بکنیم از بقیه رستوران ها، شما نگاه کنید اکثر قسمت اعظم گوشتی که داره در قالب حالا یارانه‌ای یا حالا هر اسم گوشت بذاریم داره توزیع میشه، قسمت اعظمش حتی خود تلویزیون نشون داد به رستوران های بالا شهر داره به صورت قاچاق توزیع میشه. الان رستوران های متوسط سمت پایین نگاه بکنید عملا گوشت رو یا حذف کردن، یعنی غذاهای کبابی رو و به اصطلاح حذف کردن، یا اگرم حذفش در قالب سنگدون پوست مرغ آشغالای گوشت رو برمی‌دارن چرخ می‌کنن رنگ غذاش می‌زنن در قالب به اصطلاح کباب که بازم خود تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نشون داد الان در قالب کباب ارائه میدن که همش فاسد و خرابه. یعنی شما عملا نگاه بکنید اصلا نمیشه تو رستوران یک گوشت 120,000 تومان بخری بعد اینا رو بدید 10,000 تومان، اصلا مگه میشه؟ شما خب خود شما گفتید رستوراندار هستید، برای اینکه یه همچین قضیه بی کیفیتی که الان توصیفش کردید و دست مشتری ندید یه راه حل یا پیدا کردید اصلا منیوی غذاتون رو در واقع عوض بکنید یا نمیدونم به غذاهای تازه‌ای در واقع برسید که اصلا گوشت احتیاج نداشته باشه؟ من منو رو دارم تغییر میدم، دارم میرم سمت غذاهای سنتی که گوشت توش نیست، گیاه خاری. حالا نمونه مثلا قزل دلمه، انواع کوفته، حالا کوفته یه مقدار گوشت توش هست ولی خب میله به این سمت سوق پیدا کرد به خاطر اینکه ورشکست نکنم. لحاظ غذایی اینا به حال شما حتما اطلاعاتی در مورد ارزش غذایی مواد هم دارید، اینا واقعا میتونه جبران بکنه اون پروتئینی رو که گوشت قرمز در اختیار بدن قرار میده؟ اصلا هم چیزی نمیتونه باشه. متاسفانه ما از سمت گوشتخواری رفتیم سمت گیاهخواری. امروز همین امروز کاهو کیلو 15,000 تومان بوده، گوجه 8,000 تومان. از سمت گیاهخواری هم داریم میریم سمت هواخواری، یعنی فردا ما باید فقط هوا بخوریم به جای حتی گیاهخواری. یعنی به سمت دیگه اصلا مردم از گوشت و مرغ و ماهی منفک شدن، دیگه چیزی به نام مرغ و گوشت و ماهی اصلا وجود نداره تو سفره تو سبد غذایی مردم، حتی تو رستوران ها داره حذف میشه. شما نگاه بکن یک ماهی آزاد مثلا بخرید 200,000 تومان میشه، خب از مشتری چند مقدر پول بگیری؟ بسیار خوب، خیلی ممنون از شما، مرسی. به حال اینطور که نادر داره میگه راه حلی نیست جز اینکه حتی شاید بعضی بخوان منوی غذایشون عوض بکنن در رستوران ها. افرادی هم که اگر واقعا بخوان سمت گیاهخواری پیش برن به حال هست راههایی که بخوان پروتئین مورد نیازشون از طریق این مواد بگیرن، عدس، لوبیا، کینوا یا به حال انواع و اقسام پروتئین های گیاهی رو میتونید امتحان بکنید. البته که حق داره هر کسی اون شیوهی که برای غذا خوردن میخواد رو خودش انتخاب بکنه، مجبور نباشه به سمت خاصی بره. بگذاریم، بذارید قبل از که چند تا تلفن دیگه بگیریم با هم دیگه نگاهی بندازیم به آمار و ارقامی که مربوط میشه مصرف واردات گوشت در ایران، ببینیم که ایران در واقع چه وضعیتی داره. 1,000,000 تن گوشت میدونیم سالانه نیاز ایران هستش که در واقع تامین بشه. از این 1,000,000 85% در داخل داره تولید میشه، 15% رو هم میدونیم که وارداتی هستش و البته 84,200 تن دام زب شده در سال 97 در کشتارگاه‌های داخلی میدونیم که در واقع تولید داشتن و 20% هم این رقمی که الان بهتون گفتیم افزایش تولید داشته در مقایسه با سال گذشته، در واقع 20% در داخل پس داره تولید اینطور که آمار نشون میده افزایش پیدا میکنه، ولی با این حال میبینیم که همچنان مشکل به حال گوشت داره مخابره میشه و حدود 150 تن هم مقدار گوشت وارداتی هستش که هر روز به بازار ایران تزریق میشه. این آمار رو به شما گفتیم، اما وقتی که ببینیم حالا ایران در کجای دنیا واسطه، چون وقتی که صحبت از مصرف میشه معمولا ایران در آمار میبینیم که به نسبت متوسطهای جهانی وضعیت خوبی نداره، در واقع مصرف زیادی داره در بیشتر موارد، اما در مورد گوشت که میرسه بر اساس آمار سازمان خاربار کشاورزی ملل متحد به نظر میرسه که ایران اتفاقا چندان هم به نسبت کشورهای اطراف خودش مصرف بالاتری نداره. مثلا با اگر بخوایم افغانستان و عراق مقایسه بکنیم ایران هم
تراس هستش، در واقع دقیقاً بین 10 تا 50 کیلو هر نفر در سال در ایران داره گوشت مصرف میکنه. این برابره با همونطور که گفتم کشورهای آفریقایی، بسیار از کشورهای آفریقایی هم در همین گروهی هستن که ایران هست. کشوری که خیلی پر مصرف هستن مثل استرالیا، آرژانتین و آمریکا که خودشون مراتع زیادی دارن، طبیعتاً تولید کننده گوشت هم هستن، فرهنگ هم به شکلی هستش که به حال هم لحاظ اقتصادی هم فرهنگی مصرف گوشت بالاست، ولی به حال ایران پس چندان مصرف زیادی به هر حال نداره. بریم مثلا تلفن بگیریم ببینیم که این بار کیا با ما تماس گرفتن. محفش از شیراز و بعد هم با جواد صحبت میکنیم ببینیم که نظر این دو نفر چیه. محفش، اخیراً اگر گوشت خریدی قیمتی از هر کیلو گوشت قرمز در شیراز به ما بده، بعد ببینیم که حالا چقدر مشکل ایجاد کرده این قیمت بالا بر شما. وقتتون بخیر باشه. متاسفانه امروز که ما رفتیم یک کیلو حدود 300 گرم گوشت بگیریم، حدود 150 هزار تومان اونم با چربی که روش بوده به ما داده. یک کیلو گوشت حدوداً میشه 15% تقریبا از حقوق ما، چون ما 1,100,000 داریم میگیریم دیگه. این چقدر؟ مثلا گوشت چند گرم در روز ما میتونیم مصرف کنیم؟ مرغ هم که به اون صورت شده، ماهی هم که اصلا نمیتونیم بریم نزدیکشون، تمام خلیج رو واگذار کردن به این چینی ها دیگه، آشغالاش هم همه دارن میبرن، چیزی به ما نمیرسه. خب راه حل چیه؟ 15% حقوق ماهیانه به حال همونطور که گفتید بخش زیادی هست. آیا به فکر جایگزین کردن گوشت قرمز با سایر مواد غذایی افتادید؟ نمیشه جایگزین کنم. مثلا منی که یه بچه کوچولو توی خونه دارم، چجوری میتونم هر روز به این بفهمونم که تو باید گیاهخواری کنی؟ اونو چجوری میتونم قانع بکنم؟ اعلام میکنن الان آقای این که رستوران داره میگه من دارم جایگزین میکنم. ما ذائقه بچه رو که سری نمیتونیم عوض کنیم. آقا بیاد دلمه فلفل بخور، دلمه فلفل میتونه برای این حاوی پروتئین ها، ویتامین ها و هر چیز دیگه باشه. ما در شرف بازنشستگی هستیم، هم دارو داریم که بخوریم، کلسیم، ویتامین ای، ویتامین دی فلان که اینا همش میگن تحریم هستیم. حدوداً 450 هزار تومان در ماه باید دارو بگیریم. اگه بخوایم بگیریم مجبوریم دارومون هم نخوریم، دارو نخوریم، مواد غذایی هم استفاده نکنیم. شما فهم کنید چرا اوضاع اینطوری شده محوش؟ به خاطر ندانم کاری، به خاطر کسانی که در رأس قرار دارن، نداشتن علم و دانش، نداشتن فرهنگ اقتصاد، کسانی که دارن، وزرایی که کار دستشون هست واقعا سواره هستن و خبر از پیاده ندارن، اونایی که دارن حسابی پول پارو میکنن با اون تأمین اجتماعی. ما 18 سالمون بوده تا میخواستیم کار پیدا کنیم، 20 سال 30 سال بیمه پرداخت کردیم، 50 60 سالمون هست که الان 60 سالگی هستیم، تو در شرف 60 سالگی هستیم، 1,000,000 حقوق داریم میگیریم، داماد داریم، عروس داریم، نوه داریم، پدر، مادر، برادر، خواهر، مجبور شدیم که این سفره ها رو خیلی کوچولو کنیم و واقعا تردد نباشه. و خواسته این دولت هم همینه که ما از همدیگه خبر نداشته باشیم، نتونیم اعتراضامونو بگیم، همبستگیامونو کم بکنیم. مگه میشه یه دولت نفهمه ملتش چند نفرن، چقدر نیاز به گوشت دارن؟ چی شده که وقتی که بس نهایتاً محفظ، حالا شما میگید که شاید واقعا خواسته دولت همینه، ولی نهایتاً این نارضایتی ایجاد نمی‌کنه این وضعیت که حتی گوشت سر سفره رو هم مردم به سختی بخوان تهیه کنن؟ مردم دیگه به قول شیرازی ها میگن آبشی پر شد، پاشوره هم پر شد، داره سرازیر میشه به بیرون. من وقتی یه پیر مرد 80 ساله رو شب ساعت 12 دارم از بیمارستان برمیگردم، میبینم خلدبرین داره گل نرگس میفروشه، میام قصرالدشت میبینم بچه‌ای که الان باید توی رخت خواب باشه اونم داره گل نرگس میفروشه، بچه 9 ساله 10 ساله، بیان شبانه فیلم بگیرن ببینن اینا واقعیت داره. شهردار کجاست؟ استاندار کجاست؟ بهزیستی کجاست؟ خب این اگه نیاز نداشته باشه تو خونه یه گرمش پای بخاری میشینه، پس این حتما گاز خانوادش قطع میشه که میاد، پس دیگه گوشت خوردنش چیه؟ خیلی ممنون از شما، مرسی. مرسی محفظ، نظرتون رو مطرح کرد. جواد از تهران، بفهمید که آخرین بار که گوشت خوردید کی بود؟ والا من فعلا ذخیره گوشتم توی یخچال هستش، من حلوش 1 ماه پیش خرید کردم و فعلا از لحاظ مثلا تغذیه گوشت مشکلی ندارم، ولی با این قیمت هایی که دارم میبینم واقعا کاملا با حرفای محفظ من موافقم، یعنی اصلا به هیچ وجه دیگه نمیشه وارد قصابی شد. یه زمانی مردم وارد طلا فروشی که میشدن
همه بهشون نگاه میکردن که مثلا اینا چقدر مایه‌دار و پولدارن، ولی الان هر کی که وارد قصابی بشه دیگه جزء قشر مرفع حساب میشه. منی که کارگر هستم توی شهر تهران واقعا دیگه پام نمیاد که وارد قصابی بشه که بخوام گوشت بخرم، مرغ بخرم، ماهی قزل‌آلای کیلو 40000 تومانی بخرم. به هیچ عنوان دیگه نمیتونم اینا رو وارد سفره خودم بکنم. منی که عین محفلش منم یه بچه کوچیک دارم، چطوری میتونم بهش به جای گوشت چرخ کرده سویا بدم، یا مثلا گوشتای بی کیفیت یخ زده ای که معلوم نیست گوشت چی هستش میارن توی این صفای طولانی میدم به خورد این خلق الله و اصلا نه چرخ کردهشو میشه استفاده کرد نه خودشو میشه توی خورشت و غذا استفاده کرد. من واقعا موندم که جواد حالا ما... فکر میکنین این دلایلی که الان مطرح شده براتون چند تا از نقل قولایی که اول برنامه گفتم اشاره کرد به اینکه تقریبا چه دلایلی رو دارن مسئولان مطرح میکنن، از قاچاق دام زنده به خارج از کشور گرفته تا دلالی بیش از حد گوشت در داخل که قیمت رو میبره بالا، و یا اینکه حتی آیین‌نامه‌ای که مثلا جلوی انتقال دام از این استان به اون استان رو نمیگیره و مشکل ایجاد میکنه، کدوم یکی از اینا برای شما محتمل‌تره؟ این دلایل فکر میکنید در واقع مقصر اصلی کیه؟ ببین مقصر اصلی دولت ماست. ما این داستان رو سر رب مگه نداشتیم؟ مگه سر پوشک نداشتیم؟ مگه الان سر گوش نداریم؟ فردا سر یه داستان دیگه هم ما این قضیه رو خواهیم داشتش. مطمئن باشین که این داستان برای ما داستان تکراری خواهد شد. این مشکلات روزمره هم به هر حال قاچاق دام هستش که 100% عراقیایی که به هر حال ارزش پول ملی ما که واقعا افت کرده و با ارزش پول هیچ کشوری قابل مقایسه نیستش، میان به راحتی مثلا گوشت ارزون قیمت، گوجه ارزون قیمت رو اینجا میخرن و وارد کشورشون میکنن و یه حالت قحطی تو مملکت ما به وجود میاد. نه اینکه نباشه، هست، ولی خب مردم دیگه قدرت خریدش رو ندارن. اون دامدار وقتی که میبینه عراقی به دلار داره بهش پول میده، هیچ موقع نمیاد که دامش رو مثلا به ریال ایران بفروشه به ما. خیلی ممنون از شما. سوء مدیریت و کاهش ارزش پول ملی از نکاتی که جواد بهش اشاره میکنه. رضا وزین در توییتر نوشته که مصرف گوشت قرمز رو نمیشه با دفعات مصرف مشخص کرد، اما در هفته یک یا دو بار بیشتر به جای گوشت قرمز سویا مصرف میشه. یک بیننده دیگه نوشته که اینقدر که در ایران دلال هست فکر نکنم در هیچ جای دنیا باشه، و مردمی که هر چیز سری گران هر چیز سریعتر گران شود بیشتر میخرند و نبود آگاهی و اگر با آنها بدهی بهت میخندند. اینور هم نوشته که هادی در بیلیاقتی حکومت هیچ بحثی نداریم، ولی خدایش هر چقدر مصرف گوشت کم بشه بهتره. آذرخشی نوشته که اگه نخرن وضعیت بهتر میشه، ولی چون مردم چیزی نمیگن نظام هیچ کاری نمیکنه. بعضی از حروف افتاده بود، ببخشید. بهسادم گفته که اینجا خوراک دام سر به فلک کشیده، طبیعتا گوشت گرون میشه، قاچاق میشه، کل بازار پر از دلاله. چند تا تلفن دیگه میتونیم بگیریم، فرصت زیادی نمونده تا آخر برنامه ببینیم که این دو نفر نظرشون چیه. الهه از تهران بعدم با بابک از تبریز صحبت میکنیم. الهه، مجموعه این دلایلی که برای افزایش قیمت گوشت مطرح شده رو شنیدید، فکر میکنید نظر خودتون در واقع چی است؟ دلیل اصلی افزایش قیمت چیه به نظر شما؟ والا سلام عرض میکنم اول، بعد بهتون میگم که تمام اینا از کارکنان ما هستن، کسایی اومدن سر کار که از دل مردم خبر ندارن، فقط شکمای خودشون رو پر میکنن. قیمتهای نجومی افتضاح شده. منی که الان 6 ماه نتونستم گوشت بخرم و به جای گوشت توی سفرم فقط حبوبات میذارم، قارچ جایگزین گوشت کردم، چی میخواید بگم؟ خب واقعا اینا جایگزین میتونه بکنه اون پروتئین مورد نیاز شما رو؟ تمام اینا سوء تغذیه به وجود میاره. فردا من الان وقتی پول گوشت ندارم بدم، باید خرج دوا دکتر بکنم. خب در نهایت فهم میکنید که دولت بتونه از این وضعیت بیرون بیاد؟ در واقع آیا قابل مدیریت هست شرایط؟ اصلا به هیچ عنوان دولت هیچ وقت فکر مردم نکرده و نمیکنه هم، فقط میاد یه صفای طویلی انجام میده. ما همش توی صف بودن. یعنی ملت ایران نگاه کنید، یا صف بنزین باید برن برای کارت سوخت، یا اینکه برای شناسنامه کارت ملی. اما الهی، حالا به نظر میاد دولت یکی از راهایی که داره سعی میکنه از طریقش وضعیت قیمت رو کنترل بکنه اینه که به شکل آنلاین در وبسایت هایی، دو تا وبسایت مشخصا اسم بردن ازش، که از روز پنجشنبه قراره که فروش اینترنتی گوش شروع بشه با قیمت بسیار پایین تر از چیزی که الان داریم میشنویم که به بالای 100 هزار تومان رسیده، اون قیمت با خیلی کمتر از اینها بشه. آیا خوشبین هستید، امیدوار هستید و خودتون این سایت ها رو امتحان خواهید کرد برای خرید گوشت؟ آخه وقتی گوشتم بخوان بدن، گوشت یخ زده میخوان بدن که اونم انگار داری کاه شما میخورید، هیچ نه مزه‌ای داره، هیچ نه خاصیتی داره، چی میخوان بدن؟ معلوم نیست این گوشتا چی هستن. معذرت میخوام، ببخشید سوء تفاهم پیش نیاد، ولی که با عرض معذرت گوشت خر آورده بودن داده بودن به مردم.
بسیار خوب، ممنون از شما. بابک از تبریز، شما چطور فکر میکنید که این وضعیت رو دولت بتونه کنترل بکنه؟ نهایتا این راهکاری که الان شنیدین در مورد مثلا فروش اینترنتی ها یا میتونه مشکل رو حل کنه؟ عفوتون بخیر، من واقعا دارم خندم میگیره، شدید خندیدم وقتی شنیدم میخوان آنلاین گوشت بفروشن. اینا به جای اینکه بیان آنلاین گوشت بفروشن، بهتره که برن سر مرزایی که گوشتفنده دارن خودشونو قاچاق میکنن و ببندن. ببینین الان یه سیستمی به راه افتاده، یه مکانیزمی به راه افتاده برای قاچاق گوشت زنده، که این طرف توپونا میرن تله گذاری میکنن، این راکوزه مثلا یونجه میریزن توی مسیری، این گوسفند اینو بخور بخور داره میره، میره اون سر من، اون سر من از اون یکی توپون اینا رو میگیره میبره تو بازار خودشون. چند وقت پیش من تو رادیو شنیدم که یکی از مسئولای دامپروری دامپزشکی کجا بود، گفتن که این گرونی گوشت به خاطر اینه که داره محو میشه گوشت دام زنده تو ایران، برای چی؟ برای قاچاق. اینا به جای اینکه بیان آنلاین گوشت بفروشن، بهتره با اون سیستمی که دارن و ادعا میکنن که ما داریم رصد میکنیم مرزها رو، برن مرزها رو رصد بکنن، ببینن این نشتی دام زنده از کجا، چطوری میتونن جلوشون رو بگیرن. شمایی که داری ادعا میکنی تو سوریه من امنیت برقرار کردم با فلان سیستم امنیتی، چطوری نمیتونی مرزاتو امن کنید؟ این اتفاقیه که همه جا افتاده. ما ملت گوش به زنگ گوش به فرمانی هستیم که هر موقع میگن که بفرمان یه چیزی گرون شد ما میریم صف میبندیم. اون آقایی که اولین نفر با شما داشتن صحبت میکردن و صداشون رو شنیدیم، گفتن که دوستم تو مغازه بود زنگ زد بدو بیا دارن گوش میدن. من آخرین باری که گوش خریدم 40,000 تومان بود گوش، از اون موقع تا حالا نخریدم، با افتخار هم نخریدم، نه اینکه نتونم و تواناییشو نداشته باشم، نه اگه شاید روزی 2 ساعت بیشتر کار بکنم بتونم بخرم، ولی نمیخرم. شاید بین 25 میلیون خانواده ایرانی تنها خانواده‌ای باشم که با افتخار عرض میکنم من این گوشت رو نمیخرم، نمیخورم. جایگزینش هم بسیار خوب، انتخاب شما هست طبیعتاً، بهش احترام میذاریم، ولی کسانی هم هستن که همچنان ترجیح میدن دوستان گوشت بخورن، باید بر اونها فراهم بشه. داشاکل نوشته که قیمت گوشت فعلا اولویت مرحله چندم نظامه و این سیستم عرضه فقط فریب مردم رو داره. اردوان هم نوشته که با 100,000 تومان فقط میتونی 1 کیلو سنگدون مرغ بخری یا نیم کیلو گوشت چرخ کرده پرچرب. فریبا در فیسبوک گفته که چرا برای خرید گوشت صف میکشید، شبیه همین حرفی که الان در تبریز شنیدیم، نخرید تا گوشتاشون فاسد و خراب بشه، از ماست که بر ماست. و آخرین نظرم که میخونم از حسین گفته آپارتمان 1 میلیونی شده 3 میلیون، آپارتمان رو هم به کشورهای همسایه قاچاق میکنن. به پایان بحث میرسیم، در توییتر اگه میخواید همچنان میتونید نظر بدید @bbcشماشناسه ماست. خوب و خوش باشید، تا فردا.